درود به همه دوستان خوبم. امروز تو قلب تهران میخوایم بریم به جای خوب و یه خونه جالب و قدیمی رو از نزدیک ببینیم. خونه ای که متعلق به کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو بوده. ایشون نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی بودن. در خانواده زرتشتی در شهر کرمان به دنیا آمدن. از مشروطه خواهان بوده و در جنبش مشروطه شرکت داشته. در دور دوم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس و جالبتر اینکه در دور اول اما به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشته. کسی که سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی در موردش گفته در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم ارباب کیخسرو. حالا چرا ایشون اینو گفتن؟ در زمان جنگ جهانی اول در مقطعی که انگلیسی‌ها پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مشروط به تشکیل کمیسیون مالی کردند تا اختیار مالی کشور را به دست بگیرند، به همین دلیل گندم نایاب شد و هزاران ایرانی در قحطی بزرگ ایران تلف شدند. ارباب کیخسرو از فعالان کمک رسانی در تهران شد و در نطق‌های آتشین زمینداران و بازاریانی که در احتکار غله مشارکت داشتند را خطاب قرار می‌داد. دولت او را مأمور خرید گندم برای تولید نان نانوایی‌ها کرد. در این هنگام محتکرین پایتخت قیمت گندم را بالا برده بودند. انبارهای حکومتی که متعلق به احمدشاه بود مملو از گندم بود، ولی احمدشاه حاضر نبود گندم را به هر قیمتی کمتر از محتکرین تهران بفروشه. ارباب کیخسرو با شاه ملاقات کرد و سوگند پادشاهی وی را به یادش آورد و تلاش کرد که او را به قیمتی کمتر راضی کنه. شاه راضی نشد و او به ناچار گندم را به قیمت سایر محتکران از احمدشاه خرید و میان نانوایان توزیع کرد. خیلی ممنون که با این ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.